عربستان سعودی بنا به گزارش‌های خبری تهدید کرده است در صورت تصفیه و اجرای برنامه موسوم به نوپک در معامله‌های نفتی از دلار استفاده نخواهد کرد. این برنامه از سال 2000 در راستای مبارزه با انحصارگرایی در بازار نفت توسط اوپک در کنگره آمریکا مطرح بوده، اما همواره رئیسان جمهوری آمریکا با آن مخالفت کردند. در این باره با نازافرین میرزا خلیلی خبرنگار رادیو فردا از پراگ هم رسیم. نازافرین، چرا عربستان این تهدید رو الان مطرح کرده و اساسا اگر لایحه اون تصویب بشه بازار منتظر چه تأثیری هستش؟ رئیسان جمهوری آمریکا تا پیش از دونالد ترامپ میگفتن که اگر کنگره لایحه نوپک رو تصویب بکنه اون رو وتو میکنن تا تبدیل به قانون نشه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا بارها اوپک رو به انحصارگرایی در بازار نفت متهم و حتی تهدید کرده که با اون برخورد میکنه. خبرگزاری رویترز از قول سه منبع که نخواستن نامشون فاش بشه گزارش داده که تهدید عربستان درباره اجتناب از دلار در معامله های نفتی در دیدار مقام های ارشد انرژی دو کشور در ماه گذشته مطرح شده و درباره این موضوع حتی در اجلاس اوپک هم مذاکره شده. امتناع عربستان از دلار میتونه بر نفوذ آمریکا در تجارت جهانی تاثیر بذاره و آمریکا هم اهرم های لازم برای اعمال تحریم ها رو از دست بده. در حال حاضر در بازارهای جهانی نفت معامله با دلار انجام میشه و عربستان با تولید 10% از نفت جهان بزرگترین صادرکننده نفت هم هست. نفت بسته به قیمت اون سهمی 2 تا 3% در اقتصاد جهان داره و با احتساب قیمت کنونی 70 دلاری نفت ارزش نفت تولیدی جهان سالانه به 2.5 تریلیون دلار میرسه که 60% اون میان کشورها و تقریبا کلن با ارز دلار معامله میشه. از طرف این اقدام عربستان میتونه تمایل روسیه، چین و اتحادیه اروپا رو برای برون رفت از نفوذ دلار و تنوع بخشیدن به ارزهای بین‌المللی برای معاملات تجاری رو تشدید بکنه. ایران و ونزوئلا هم که با تحریم آمریکا مواجهن نفت خودشون رو با ارزهای غیر دلار وارد بازار میکنن، اما حجم معاملاتشون کمتر از اون چیزیه که بر سلطه دلار در بازارهای جهانی تأثیر داشته باشه، که در حالی که عربستان سالانه 356 میلیارد دلار تولید نفت داره. ممنون از گزارش شما نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا در پراگ.